سرخط چند خبر مهم از برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا. حکومت افغانستان میگوید که با آغاز روند خروج نظامیان خارجی و افزایش حملات طالبان تنها در یک هفته گذشته بیشتر از 60 غیر نظامی جان باختند. با آغاز موج سوم شیوع ویروس کرونا در افغانستان، مقامات این کشور از کمبود واکسین ضد کرونا ابراز نگرانی می کنند. و کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، فردا یکشنبه برای رسیدگی به بحران مهاجرت سفرش را به گواتیمالا و مکسیکو آغاز می کند. بینندگان محترم، سلام. با برنامه امروز شنبه پنجم ماه جون سال 2021 میلادی خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم، برنامه را به امید صحت و بهروزی شما آغاز میکنم. این برنامه هم اکنون از طریق فیسبوک دری صدای آمریکا نیز به نشر میرسد. در این برنامه تازه ترین گزارش ها و اخبار را از سراسر جهان گنجانیده ایم. امید است آخر برنامه با ما باشین. در ادامه حملات اخیر در افغانستان، مقامات در ولایت بادغیس میگویند که عصر امروز شنبه در انفجار یک ماین کنار جاده در این ولایت حداقل 11 نفر جان باخته است. حسام الدین شمس، والی بادغیس، به صدای آمریکا گفته است که این انفجار در قریه گنداب ولسوالی آبکمری زمانی به وقوع پیوست که یک موتر مسافربری با ماین تعبیه شده گروه طالبان برخورد کرد. آقای شمس گفت که در این انفجار 3 کودک، 4 مرد و 4 زن که همه افراد ملکی بودند جان باختند. مسئولیت این انفجار را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که با آغاز روند خروج نظامیان خارجی، طالبان حملاتشان را افزایش دادند و تنها در یک هفته گذشته جان بیش از 60 غیر نظامی را گرفتند. در همین حال دیدبان حمایت از رسانه های آزاد یا نی میگوید که در 5 ماه گذشته 5 خبرنگار در افغانستان کشته شده و ادعا دارد که حکومت در شناسایی و محاکمه عاملان این کشتارها کوتاهی کرده است. سید حسیب مودودی از کابل گزارش میدهد. پایکر مینا خیری، گوینده خبر شبکه آریانا نیوز، مادرش را برای به خاک سپاری انتقال میدهند. آنان دو قربانی حمله بر یک موتر شهری در غرب کابل هستند که 4 کشته و 5 زخمی بر جا گذاشته است. مینا دومین بانوی خبرنگار در افغانستان است که در طول سال 2021 میلادی جانش را از دست میدهد. هر روز ما با یک خبر بعد روز آغاز میکنیم. یک خبر بسیار ناگوار است، یک خبر تکان دهنده است. اگر جلوی اعمال گرفته نشه، مردم ما شاید مجبور شوند که خود دست به اقدام بزنند. ضد بشری، ضد انسانیت است. عاملینش به هیچ مکتب و مذهب معتقد نیست. نهادهای مدافع خبرنگاران میگویند که در 5 ماه نخست سال 2021 میلادی 5 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و این رقم از آغاز سال 2020 میلادی بدین سو به 12 خبرنگار میرسد. به گفته آنان افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران روند اطلاع رسانی را با مشکل روبرو ساخته است. حکومت افغانستان متاسفانه همیشه به صورت زبانی و بیان و ادعا میگه که عامی آزادی بیان است، ولی هیچگاهی به صورت عملی متاسفانه نشان نداده. برای دیگر از حکومت افغانستان تقاضا میکنم که موضوع امنیت و وضعیت خبرنگارا را خیلی جدی بگیرن، دلیل که اگر روند کشتار خبرنگارا به این شکل ادامه پیدا کند، با یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان که عبارت از آزادی بیان و آزادی رسانه ها سر از دست داد. در 4 روز گذشته 4 موتر مسافربری شهری در غرب کابل هدف بمبگذاری قرار گرفتند که به شمول مینا و مادرش 20 نفر کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. در واکنش به این حملات، محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، گفته که 1,600,000 نفر در غرب شهر کابل در معرض حملات سازمان یافته قرار دارند و به گفته او نهادهای مسئول باید جلو کشتار و نسل کشی را بگیرند. حمله بر شفاخانه که مرکز زاد و ولد تبار هزاره است. حمله بر مکتبی که دختر جوان و نوجوان هزاره اونجا تعلیم و تربیه را فرا میگیره. بالاخره حملات و خشونت هایی که در مراسم رسمی و غیر رسمی هزاره ها صورت میگیره، همه مستاق بارز نسل کشی یا جنایت جنوساید است.
به باور ما وقتش فرا رسیده تا حکومت افغانستان این جنوساید و نسل کشی را به رسمیت بشناسد. همزمان با این امروز ده ها باشنده ولایت بامیان نیز در یک گردهمایی اعتراضی در مقابل دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد یا یونما حملات غرب کابل را مصداق نسل کشی عنوان کرده و خواهان توقف چنین حملات شدند. خواستاری هستیم که یک نسل کشی هزاره ها را در افغانستان به رسمیت بشناسند و در این زمینه تحقیق نمایند و همچنان عاملان این نسل کشی ها را محاکمه و مجازات کنند. اما شورای امنیت ملی افغانستان گروه طالبان را عامل وضعیت کنونی میخواند. به گفته این شورا با آغاز روند خروج نظامیان خارجی گروه طالبان 1455 حمله را انجام داده است و عامل کشته شدن 63 غیر نظامی و زخمی شدن 126 فرد ملکی در طول یک هفته گذشته بوده است. په شهیدان او ټپیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. طالبان د جګړې په اصولو کې استثناء نه پیژني او د دوی اعمالو څرګندېږي چې له ځانه پرته یې نور ټول خلک هدف دي. له تلف شویو ملکي وګړو سره هم د طالبانو خواخوږي یوازې دا ده چې حکومت پرې ملامت کړي. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است و گفته که بیشتر این تلفات ناشی از انفجار ماین ها هستند. بر اساس اطلاعات این کمیسیون در ماه گذشته میلادی 280 غیر نظامی در نتیجه رویدادهای زده امنیت در افغانستان جان باختند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که حکومتش نباید در افغانستان دستکاری کند یا تلاش کند افراد مورد نظر خود را در آن داشته باشد. آقای خان با خبرگزاری رویترز گفته است که حکومت‌های گذشته پاکستان در این فکر بودند که برای مقابله با نفوذ هند افغانستان باید در عمق استراتژیک پاکستان قرار داشته باشد، زیرا پاکستان نمی‌خواست در میان دو دشمن گیر بماند. ولی صدر اعظم پاکستان افزوده است که حکومت و تمامی شخصیت‌های تاثیرگذار در پاکستان به این باورند که نباید در افغانستان دستکاری شود. My government feels that حکومت من احساس میکند که این سیاست کهنه است. ما به تعمق استراتژیک در افغانستان نیاز نداریم. هر حکومتی را که مردم افغانستان انتخاب میکند، پاکستان باید با آن تعامل کند. ما نباید هیچ گونه دستکاری را در افغانستان انجام دهیم یا به انجام آن تلاش کنیم. ما نباید در فکر داشتن افراد خود در افغانستان باشیم. And all stakeholders in Pakistan now believe that this is the way forward. We should not be thinking of عمران خان همچنان گفته است که کشورش تلاش دارد پیش از خروج نیروهای بین المللی در افغانستان یک توافق سیاسی به میان بیاید تا خطر جنگ داخلی در این کشور کاهش یابد. به گفته صدر اعظم پاکستان، تعیین تاریخ خروج نیروهای خارجی به طالبان روحیه بخشیده است که گویا آنان در جنگ برنده شدند و این امر آوردن آنان به میز مذاکره و انعطاف پذیری آنان را دشوارتر ساخته است. گزارش ها در مورد شمار دقیق افراد دارای معلولیت در افغانستان متفاوت بوده است. بر اساس بعض گزارش ها این تعداد به بیش از 1.5 میلیون نفر می رسد. اما حکومت افغانستان می گوید که ارقام اصلی افراد دارای معلولیت به مراتب بیشتر از آن است که گزارش شده است. در این حال، عمر خان منیب، مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور معلولین و معیوبین میگوید که در راستای ادغام مجدد افراد دارای معلولیت به جامعه باید تلاش های جدی صورت گیرد. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای منیب را از واشنگتن دی سی از طریق اسکایپ با خود داریم. آقای منیب، سلام به شما، تشکر از وقتتان. اگر لطفاً بفرمایید بگوین که تعداد دقیق افراد دارای معلولیت در افغانستان به چه تعداد است؟ خانم خلیل، ما اظهار سپاس و تشکر میکنیم از شما و تمام همکاران عزیز شما که برای ما وقت دادین تا در قسمت معلولیت یک چند حرفی با شما داشته باشیم. بعد نظر داشت سروی نمونوی بنیاد آسیا البته در سال 2019 تعداد کلی معلولین یا افراد دارای معلولیت را در افغانستان 13.9 نشان دادند.
البته متخصصین عرصه معلولیت د ای فکر هستن و فکر میکنن که شاید با در نظر داشت بعضی مشکلات لوجستیکی و بعضی مسائل دیگر کسایی که سروی میکردن با یک تعداد کرا و قصبات دورودست رفته نتانستن و تمام ارقام لازم را جمع‌آوری نکردن و فکر میکنه که تعداد اصلی افراد دارای معلولیت در افغانستان از این قدر هم بیشتر است. تشکر. آقای منیب، اکثر مردم و خصوص افراد دارای معلولیت به مشکل اقتصادی مواجه هستند. برای رفع مشکلات اقتصادیشان چی اقدامات را انجام دادین شما؟ بله، فرصت های کاری اشتغالزایی به عنوان یک مشکل بسیار بزرگی افراد دارای معلولیت بوده و فعلا هم هست. تا جایی که دولت افغانستان یک سلسله اقدامات موازی را انجام دادن و انجام میتن، فرصت های اشتغال زایی باید اضافه تر شود تا افراد دارای معلولیت بتوانند از طریق ازی برای خود و برای فامیل های خود یک لقمه نان حلال پیدا کرده بتوانند. البته شما میدانید که افغانستان یک کشور است در حالات جنگ. نیازمندی های افراد دارای معلولیت از یک طرف و مشکلات لوجستیکی و مالی خود دولت افغانستان از طرف دیگر بسیار تهدیدآمیز است و فکر میکنیم که این یک وقت زمان در بر خواهد گرفت که تمام بتانیم به شکل تدریجی مشکلات تمام افراد دارای معلولیت در کشور عزیز ما راه حل مناسب برشان پیدا بکنیم. درست. معاشات افراد دارای معلولیت از چی قرار است؟ کیا شامل این برنامه هستند؟ آیا تنها نظامی هایی که در جنگ ها معلول میشن یا افراد غیر نظامی که در اثر حملات انتحاری معلول میشن او هم شامل هستند؟ اکثریت افراد دارای معلولیت به شمول سربازان ما، امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت امور داخلی ما شامل زمین پروگرام هستند. البته یک تعداد معلولینی که اونا غیر جنگی هستند شامل زمین پروگرام نیستند، مگر دلایلی که دولت دارن میگن که ما چون امکانات لوجستیکی و مالی بسیار کم داریم و اگر بتانیم که امکانات مالی و لوجستیکی کافی به دست داشته باشیم، معلولینی که غیر جنگی هستند در قسمت هم در قسمت پرداخت حقوقشان مشکل نداریم. اما ما قسمی که پیشتر عرض کردیم، افغانستان یک کشوری است که در حالات جنگ است. در اینجا مشکلات لوجستیکی مالی بسیار زیاد است و از طرف دیگر نیازمندی های افراد دارای معلولیت ما که 60,000 افغانی که برشان داده میشه، اینی هم این یک واقعیت عینی است که تکافو نمیکنه. بله. ای تصدد هستیم که نه تنهایی که حقوقشان اضافه شود، بلکه در قسمت اشتغال زاییشان یک اقدام بسیار مناسب صورت بگیره که تا اگر یک وقت میایی که حقوقشان از طرف دولت پرداخته نمیشه یا مشکلات مالی و لوجستیکی وجود داشته باشد، در او وقت معلولین عزیز ما با پای خود استاد شده میباشن و بتانن که از طریق از اشتغال زایی و پرسطای مناسب کاری یا مسئولیت مالی اینا بتانند مشکلات خود حل کرده بتانند. بسیار تشکر آقای عمر خان منیب، مشاور رئیس جمهور در امور معلولین و معیوبین. تشکر از وقتتان. حکومت بورکینا فاسو میگوید که حمله کنندگان مسلح دیشب بر یک قریه در شمال این کشور حمله کرده و در حدود 100 غیر نظامی را کشتند. در اعلامیه حکومت این کشور آفریقایی آمده است که حمله کنندگان سپس خانه ها و فروشگاه ها را با آتش کشیدند. حکومت بورکینا فاسو این حمله را تروریست عنوان کرده است، اما تا حال هیچ گروه مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. از آغاز سال جاری به این سو حملات جهادی های مرتبط به شبکه تروریستی القاعده و دولت اسلامی در منطقه ساحل آفریقای غربی به ویژه در کشورهای نایجر، مالی و بورکینافاسو افزایش یافته است.
وزرای مالیه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه جی 7 توافق کردند که مالیات بر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی چون آمازون، گوگل و اپل را افزایش دهند. ریشی سوناک وزیر مالیه بریتانیا که ریاست نشست دو روزه این گروه را بر عهده داشت، امروز شنبه گفت که یک توافق بی سابقه روی اصلاح سیستم مالیاتی جهانی صورت گرفته است. وزرای 7 اقتصاد بزرگ توافق کردند که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی حداقل 15% مالیات بپردازند و همچنین شرکت‌ها باید مالیات بیشتری را در کشورهایی که خدمات و کالاهای خود را عرضه می‌کنند بپردازند. شبکه اجتماعی فیسبوک میگوید که حساب دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را برای 2 سال تعلیق می‌کند. فیسبوک و اینستاگرام در ماه جنوری سال روان حساب‌های آقای ترامپ را به تعلیق درآورده و توییتر حساب وی را برای همیشه بسته کرد. این همه پس از آن واقع شد که هزاران نفر از طرفداران آقای ترامپ در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 6 جنوری به عمارت کنگره آمریکا هجوم برده و جلسه تایید نتایج انتخابات آمریکا را مختل و به زور داخل مقر کنگره شدند. شبکه‌های فیسبوک، اینستاگرام و توییتر گفتند که پست‌ها و توییت‌های آقای ترامپ در مورد اعتراضات طرفدارانش پالیسی این شبکه‌های اجتماعی را نقض کرده است. کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، فردا یکشنبه سفرش را به گواتیمالا و مکزیکو آغاز خواهد کرد. هدف این سفر تلاش برای کاهش میزان مهاجرت از کشورهای امریکای جنوبی و ایالات متحده می باشد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده که موظف به ریشه‌یابی دلایل مهاجرت شده است، روی انکشاف اقتصادی، تسهیلات بشردوستانه، تقویت حکومتداری خوب و موضوعات جامعه مدنی تمرکز خواهد کرد. جلب حمایت برای هدف حکومت به رهبری جو بایدن که همانا پایین آوردن میزان مهاجرین است که تلاش دارند وارد ایالات متحده شوند، مقصد سفر کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده را به گواتیمالا و مکزیکو تشکیل می دهد. به ویژه مهاجرینی که از کشورهای مثلث شمالی یعنی هندوراس، السالوادور و گواتیمالا وارد ایالات متحده می شوند. این سفر که فردا یک شنبه آغاز می شود، نخستین سفر خارجی خانم هریس به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا است. در قدم نخست این سفر با جیاماتی رئیس جمهور گواتیمالا دیدار خواهم کرد و مسائل زیادی برای بحث و بررسی داریم. بحث‌ها در مورد آنچه باید انجام دهیم و می توانیم یک جا با هم در 2 مورد عمل کنیم. حمایت به افرادی که در بخش گرسنگی، انکشاف اقتصادی، صلح و اقلیم نابسامان نیاز به کمک دارند و تأثیراتی که این مسائل روی اقتصادشان داشته است. اما در ضمن گفتگوی بسیار سریع، بی‌پرده و صادقانه درباره نیاز رسیدگی به فساد اداری، جرایم و خشونت خواهیم داشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مارچ کاملا هریس را موظف کرد تا رهبری تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن را جهت رسیدگی به آنچه ریشه های دلایل مهاجرت به شمول فقر و خشونت می‌خوانند به عهده گیرد. اگر با مسائل در داخل کشور رسیدگی کنید، به نفع همه است. به ما سود خواهد رساند، به فایده مردم است و در آنجا باعث رشد اقتصادی خواهد شد. حکومت به رهبری بایدن تلاش می‌ورزد عوامل به اصطلاح فشار را که وامی دارد مردم کشورهایشان را ترک کنند کاهش دهد. انتظار می‌رود خانم هریس از طریق تلاش‌های مبارزه با فساد اداری و مسائل تحکیم رشد اقتصادی، تسهیلات بشردوستانه، تقویت جامعه مدنی و بهبود حکومتداری خوب رسیدگی کند. تحلیلگران چون مانوئل اوروزکو از نهاد همکاران بین‌المللی خلاق می‌گویند که رسیدگی به این رویکرد چند جانبه نخستین تلاش بزرگ در چندین دهه توسط حکومت ایالات متحده است که به منظور مبارزه با مشکلاتی صورت می‌گیرد که بر کشورهای آمریکای مرکزی تاثیرگذار بوده است. مهاجرت یکی از آن است و حاکمیت قانون و حکومتداری بخش دوم می باشد. رشد اقتصادی آهسته بود سومی را تشکیل می دهد. تغییر اقلیم هم است که با یک مشکل دائمی مبدل شده است. لذا این مسائل یک به یک باید به شکل سیستماتیک رسیدگی شود، اما در عین زمان همه اینها به هم ربط دارند. حکومت به رهبری بایدن در اول ماه جون پالیسی حکومت ترامپ را پایان داد که ده ها هزار پناهجوی کشورهای آمریکای مرکزی را وامی داشت تا زمان رسیدگی به درخواست های پناهندگیشان در مکزیکو.
در سرحد جنوبی ایالات متحده باقی بمانند. واشنگتن به خاطر لغو فرمان 42 دوران حکومت ترامپ زیر فشار است. فرمانی که به کارمندان سرحدی اجازه می‌دهد فوراً مهاجران را به خاطر که به گونه بالقوه خطر مواجه شدن با کووید 19 را ایجاد می‌کنند، اخراج کنند. کامل هرس همچنان یک خبر خوش را به منطقه می‌برد. حکومت ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد فراهمسازی 25 میلیون واحد نخست از 80 میلیون واحد واکسین را که به جهان تعهد کرده است شریک سازد. برخی از آن واکسین ها که از طریق برنامه کوواکس داده خواهد شد به همسایه های نیمکره غربی ایالات متحده فراهم خواهد شد. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این کشور با کمبود جدی واکسن ویروس کرونا مواجه است. این وزارت با انتقاد از نحوه توزیع واکسن کرونا به کشورهای فقیر گفته است که سازمان جهانی صحت تحویل 3 میلیون دوز واکسن این ویروس را به افغانستان از ماه اپریل به آگوست به تاخیر انداخته است. وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت شیوع ویروس کرونا در این کشور را بحرانی توصیف کرده و از کمبود جدی واکسن ضد آن خبر داده است. غلام دستگیر نظری، سخنگوی این وزارت، با انتقاد از نحوه توزیع جهانی واکسن کرونا و کم توجهی به کشورهای فقیر گفته است که افغانستان برای مهار ویروس کرونا با آزمون‌های زیادی روبرو است. ما در وسط یک بحران قرار داریم. آزمون های زیادی در ارائه خدمات وجود دارد. با وجود این که حکومت تمام سعی خود را به کار گرفته تا مطمئن شود که هیچ کدام از بیماران کووید 19 از کمبود اکسیژن جان خود را از دست نخواهند داد، اما متاسفانه خطراتی نیز وجود دارد که ممکن در شفاخانه ها با کمبود اکسیژن روبرو شویم. مقام های صحی افغان در حال از کمبود واکسن کرونا و تجهیزات طبی خبر می دهند که در یک ماه اخیر موج سوم کووید 19 در افغانستان گسترش یافته و دکتران از بالا رفتن آمار مصابین به این ویروس خبر می دهند. شمار بیماران با گذشت هر روز در حال افزایش است. موج سوم در افغانستان آغاز شده است. در مقایسه با کشورهای همسایه که شیوع کووید 19 در آنجا در اوج خود قرار دارد، وضعیت افغانستان خیلی بد نیست، اما گزارش ها حاکی از آن است که شمار مصابین به ویروس کرونا در حال افزایش است. عدم محدودیت رفت آمد به هند که هفته هاست درگیر شیوع گسترده ویروس کرونا از جمله نوع خطرناک آن تحت نام دلتا است، از جمله دلایل موج سوم ویروس کرونا در افغانستان قلمداد شده است. افغانستان روزانه تا حدود 10 پرواز به هند دارد که حتی در اوج بحران کرونا در هند نیز قطع نشد. از سوی دیگر کم توجهی مردم به مقررات پیشگیرانه برای کنترل این ویروس، از جمله پوشیدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی نیز مزید بر علت شده است. از یک طرف انتحاری مردم افغانستان از بین میبره و از یک طرف کرونا آمده. پس از مردم خود خواهش میکنم لطفاً در این عرصه جدی باشن، کرونا را مراعات کنن، نکات سی را از خانه زیادتر نبرن، در ازدحام زیادتر نروند. ویروس رو به افزایش هستن و بتانیم که در اقل محافظت کنیم دیگران را، که دیگران را آغشته نکنیم به ویروس. بله، با مختار استفاده میکنم. این هفته شمار مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به بیش از 1500 نفر در روز رسید که در مقایسه با اوایل ماه گذشته افزایش قابل توجه را نشان می‌دهد و این در حالی است که تا همین هفته گذشته حکومت این کشور گرد همایی‌های بزرگ از جمله محافل عروسی در این کشور را ممنوع نکرده بود. طبق گزارش‌ها ظرفیت شفاخانه‌های مخصوص درمان بیماران کووید 19 در این کشور نیز پر شده است. وزیر خارجه افغانستان دیروز در توییتر خود نوشت که به سفرهای افغانستان در کشورهای اطراف دستور داده تا تقاضای اکسیژن کنند و این در حالی است که به دلیل کمبود شدید واکسن کرونا تنها در حدود 1.6% از جمعیت 36 میلیون نفری افغانستان دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده است. افغانستان تاکنون صرفاً به واکسن اهدایی استرازنکای هندی و یا خریداری واکسن چینایی برای تامین واکسن مورد نیاز خود وابسته بوده است. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. ذرات کوچکی که
از بینی و دهان ما خارج میشه، ویروس کرونا را به سایرین انتقال میده. با رعایت نکات صحی از ابتلای سایرین به ویروس کرونا جلوگیری کنید. فاصله دو متر را مراعات کنید و کسایی که سرفه میکنند از اینا دور باشید. اگر افرادی که سرفه میکنن و یا هم عدسه میزنن شما با اونا نزدیک میشن، احتمال داره که اونا ویروس را به فضا پراکنده کرده باشن و شما او را تنفس بکنن و مریض شد. قبل از پوشیدن ماسک روی دهن و بینی فراموش نکنید دستان خود را با آب و صابون بشویید یا اینکه با مواد ضد عفونی پاک نمایید. بین ماسک و صورتتان فاصله نباشد و خالیگاه نداشته باشد. دستتان برای ماسک نزنید و اگر دستتان به ماسک خورد با آب و صابون دستتان هم بشوید. برای نخستین بار یک جوان بامیانی در مرکز ولایت بامیان یک فارم پرورش ماهی را با منظور ترویج صنعت ماهی پروری و ایجاد اشتغال به باشندگان این ولایت ایجاد کرده است. مسئول این فارم میگوید که در حال حاضر حدود 55,000 ماهی را در این فارم پرورش میدهد. ظفر بامیانی گزارش میدهد. نخستین فارم پرورش و تکثیر ماهی قزل‌آلای دانمارکی در ولایت بامیان. مسئول این فارم میگوید که 55,000 چوچه ماهی دانمارکی را که در آب و هوای سرد پرورش می‌یابد، اخیراً از کشور دانمارک به بامیان وارد کرده است. احداث این فارم برای ذبح‌الله فقط 200,000 افغانی هزینه برداشته است. منابع فراوانی که در دسترس ماست، منابع آبی، استفاده خوب و بهینه‌تر از این منابع می‌باشد. اقدام دوم ما این است تولید کار، انگیزه کار برای خود ما و بعضی اشخاص که ما میخواهیم در آینده ها استخدام کنیم و یک مقدار معاش را یا هزینه در زنا پرداخت کنیم، دست یک کسی را گرفته بتانیم. ذبح‌الله میگوید که این فارم ماهی را به هدف تکثیر این صنعت و ایجاد اشتغال در ولایت بامیان ایجاد کرده است. بامیان در مرکز افغانستان با داشتن آب و هوای سرد بستر مناسب برای پرورش و تکثیر ماهی آب سرد است. ذبح‌الله میگوید که حکومت در زمینه رشد این فارمش هنوز همکاری نکرده است، اما او تلاش دارد که افراد بیشتری را برای ایجاد این نوع فارم ها تشویق نماید. نتیجه خوبی را به دست آوردیم. در مدت 6 الا 7 ماه هر چوچه ماهی که به اندازه 1 اینچ بوده به اندازه 600 الا 700 گرام 500 گرام در مدت 7 ماه رسیده که از فروش بازاری خیلی خوب برخوردار می‌باشه. ماهی یکی از بهترین خوراکه های مفید در سطح دنیا به حساب می آید، اما شهروندان افغان کمتر به این خوراکی لذیذ دسترسی دارند. صنعت پرورش ماهی در بامیان دسترسی مردم و خانواده ها را به گوشت ماهی در این ولایت آسان تر ساخته است. بسیاری از خانواده ها و باشندگان این ولایت با خرسندی می گویند که اکنون گوشت ماهی را به آسانی از این فارم به دست می آورند. این کشاف پیدا کنم خوبه دیگه، از این گوشت از این استفاده کنیم دیگه، گوشت ماهی بسیار خوبه دیگه، در منطقه ای تولید خود وطن است، باید استفاده درست کنیم دیگه. فارمش هم خوب است برای مردم که مردم از این نفع زیاد میبره، قیمتش هم خوب است که کلی مردم از استفاده کنه. در این فارم ماهی بیش از 55,000 ماهی وجود دارد. ریاست زراعت بامیان نیز میگوید که ولایت بامیان به دلیل داشتن آب و هوای سرد و پاک برای پرورش ماهی قزل‌آلای دانمارکی مناسب است. اکثر آب‌های کشور از بامیان سرچشمه میگیره و در اکثر جاهای زی چشمه‌های آبی گرم جریان داره که امکانی ایجاد فرم های ماهی داره. به طور نمونه ما میتونیم در ولسوالی کهمرد، ولسوالی یکاولنگ نمبر 2، ولسوالی یکاولنگ، مرکز بامیان، شیبر، همچنان در ولسوالی ورس ما میتونیم که فرم های ماهی را از طریق نمی آب های چشمه دیگه ایجاد کنیم. در حال حاضر دو فارم پرورش ماهی در ولایت بامیان فعالیت دارد، اما ذبح‌الله مسئول فارم تکثیر ماهی پروری در بامیان میگوید که او در تلاش ترویج فارم های ماهی پروری در این ولایت است تا شهروندان این ولایت از این طریق نیز بتوانند درآمد خوبی به دست آورند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، بامیان.
برنامه دری در اینجا به پایان میرسه. همکارم وحید فیضی برنامه پشتو را آغاز میکنه. وحید جان سلام، بفرمایید. ډیر مننه تاسو قدرمنو لیدونکو ته سلام. د نن په خبرونه کې افغانستان کې د جګړې او په تیره په کابل کې د نوی وضعیت دوه پاړه مهم راپورونه وو. اوس د مهمو خبرونو